درود. خب شادی خانم هم بهمون ملحق شدن، میتونیم لایو رو به تدریج شروع بکنیم. خب اوکی، ریکوستتون رو دیدم. سلام، سلام، احوال شما؟ مرسی. شما خوب هستین؟ ممنون، متشکر. شما خوبید؟ همه چیز خوبه؟ مرسی، قربون شما. روزین یا شبین، روزتون بخیر. نور از ما پشت میاد. روزیم. آره، روزمون هم فعلا این روزها یکم طولانی هست. خیلی عجیب هم طولانی هست. مثلا ساعت 9 شب هم ببینیم همچنان روزه. تازه دوست داری که خوبه دیگه. شب بشه. خوبه، اما فایدهش چی آخه؟ آفتابش گرمایی نداره، آفتابش تقلبیه. خب جوریه. خیلی همانی. خب همه چی ایشالله خوب باشه. اوکی، خب کم کم دارن بهمون ملحق میشن. فقط قبل از اون یه تست آب و هوا بریم تا دیگه بعدش لایو رو رسما شروع بکنیم. آب و هوای شما چطوره؟ آب و هوا خوبه. بسیار عالی. خب تجربه شادی با کتو هست عنوان لایو امشبمون، و حالا اگر اینجا هستین امروزمون، بستگی به اینکه کجای دنیا باشید. و امروز میخوایم در مورد تجربه های شادی خانم صحبت بکنیم، یعنی در واقع شادی خانم میخوان در مورد تجربیاتشون صحبت بکنن. و در ادامه یک کتاب هم هست که ایشون دارن که من اخیرا در موردش شنیدم، که به اون هم خواهیم پرداخت و در مورد مطالبش با هم صحبت خواهیم کرد. خب از آغاز چطوره شروع بکنیم؟ آغاز همیشه نقطه آغاز خوبی هست. اینکه شما نقطه آغاز آشنایتون با رژیم های غذایی مختلف، حالا اگر دوست دارید واردش بشید، یا رژیم کنونی که دنبال میکنید، یعنی رژیمی که تو چی بود؟ من حدوداً از بعد از اینکه کنکور دادم، به خاطر استرس زیادی که داشتم، یعنی از 18-19 سالگی یه وزن یهو 20 کیلویی اضافه کردم. همیشه قبل از اون لاغر بودم. بعد وقتی که این اتفاق افتاد، حالا رژیم های کالری شماری مختلف، دکتر اتکینز، رژیم کانادایی، هر چیزی که بگین امتحان کردم، تو اون بازه وزنم کاهش پیدا کرد و این وزنه هی بالا پایین میشون مرتب، یعنی هیچ وقت ثابت نبود. تا زمانی که تقریبا 5 سال پیش یا 6 سال پیش یه استرس خیلی شدید کاری بر من پیش اومد، جوری که توی یک ماه و نیم حدوداً 30 کیلو اضافه کردم وزن، و خیلی وحشتناک بود دیگه. اصلا هم از نظر روحی آدم وقتی که یه وزن این چنینی زیاد میکنه ناراحت میشه، هم اینکه دید آدما اذیت میکنه دیگه، هی همش میخوان هی بیان بگن چاق شدی، چی شده که اینطور شد، حالا بر هم بعد توضیح بدی که آقا من حالا یه مشکلی دارم. اصلا هر چیزی، مشکل استرسی، مشکل هر مشکلی هست، حالا آدما اینکه برخوردی که میکنن قشنگ نیست که میان هی میزنن تو رود که چاق شدی، اینطور شد، اونطور شد. جان که میدونیم، خودمون که میبینیم. آره دقیقا، خودمون میدونیم، احتیاج نیست کسی بگه. بعد این گذشت و من هی هر رژیمی که انتخاب میکردم واقعا بیشتر از 2-3 کیلو کم نمیکردم، بعد نمیتونستم ادامه بدم و خیلی اذیت بودم دیگه، اصلا بریده بودم کاملا، ورزش جواب نمیداد بهم، رژیم جواب نمیداد. یک بار داشتم با یه دوستی که دوست دوران راهنمایی مونای عزیزم صحبت میکردم، که ایشون مربی فیتنس هستن، همیشه هم ازشون تشکر میکنم برای اینکه واقعا انگار که منو نجات داده برای همیشه از یه سری مشکلات. اومد به من گفتش من به تو یه راهی رو پیشنهاد میدم، تو اینو امتحان بکن، من به تو تا 1 ماه کمکت میکنم، بعدش میتونی حالا یا ادامه بدی یا با من، یا اینکه خودت مطالعه بکنی مثلا این منابعش اینطوری باشه و اینو انجام بدی. من 1 ماه با ایشون رژیم کتور شروع کردم و خیلی خوب تو ماه اول مثلا یهو 6-7 کیلو کم کم، که اصلا خیلی عجیب بود بر منی که تو هیچ رژیمی کاهش وزن نداشتم. حالا کاری نداریم که بعدم فهمیدیم آب بدنه و فلان و بیسار، ولی در ظاهر همین نشون میداد، این کاهشه همون آب بدن، بالاخره یه درصدی چربی بوده یا هر چیزی، این نشون میداد. بعد این باعث شد که من خیلی مشتاق بشم راجع به این رژیم شروع بکنم به تحقیق کردن، کتاب‌های مختلفی خوندم، روی حالا سایت‌هایی که
مثل کورسرا، مثل سایت دکتر بگ، مینی کورس و کورسای گذروندم که در خصوص نوتریشن و کاهش وزن و این مسائل بود که به خودم کمک کنم، نه اینکه بخوام کار خاصی بکنم. یک سال تو این زمینه هی شروع کردم با خودم کلنجار رفتن و به نتیجه رسیدن. بعد تصمیم گرفتم این پیجی که دارم، یه پیجی داشتم که توش حالا آموزش های مختلف بود، گفتم این پیجی که دارم و بیام تبدیلش بکنم به اینکه به آدمای دیگه هم آموزش بدم که چجوری حالا آشپزی بکنن تو این سبک که اذیتم نشن. چون خیلی از مشکلاتی که آدما داشتن تو این سبک این بود که اینو نمیتونیم بخوریم، اونو نمیتونیم بخوریم، چیت میکنیم، دلمون اینو میخواد، دلمون. و من تمام تلاشم این بود که شبیه سازی بکنم غذاها رو، هر چند سخت، ولی که آدما نخوان به خاطر مثلا خوردن یه شیرینی، یه دسر، یه غذا در واقع بیان چیت بکنن و به بدن خودشون آسیب برسونن. دیگه این شد که شروع کردم این پیج رو زدن، مطالعاتم رو بیشتر کردم و تقریبا الان 3 سال خورده، نزدیک 4 ساله که خودم تو این سبک هستم و واقعا اصلا نمیتونم ازش جدا شم. یه جوری همه میگن که مثلا اون اوایل که شروع میکنن حالا تموم میشه، حالا مثلا چقدر دیگه میخوای ادامه بدی، ولی واقعا من نمیخوام تمومش کنم. من خیلی باهاش راحتم، یعنی حتی شده یک بار تو این مدت از این رژیم خارج شدم و سعی کردم با یه رژیم دیگه یه 4-5 کیلوی آخری که مونده رو کم بکنم، ولی اصلا نه به هم ساخت، اولا که کار ندارم وزن اضافه کردم و این داستانا، دوباره مجبور شدم برگردم تو این سر، ولی اصلا حالم خوب نبود. واقعا که تو حالمو خوب نگه میداره، بر همین من شخصا ازش راضیم. ولی یه چیزی که هست، نمیتونه آدم بگه که 100% چون به من جواب داده به همه جواب میده. هر کسی باید رو بدن خودش مطالعه بکنه و ببینه که چی براش خوب هست، چی براش جوابگو هست. درست. خب حالا یه سوالی برای من به وجود اومد که شما در مورد تجربتون از رژیم دکتر اتکینز هم گفتین. خود من خیلی موافقت ها با دکتر اتکینز دارم و خب کلن کسایی هم که میبینم بیشتر از همون نقطه آغازشون بوده و بعد اون رو تغییرات درش ایجاد کردن. شما چه مشکلاتی رو تجربه کردی؟ ببین، من فکر میکنم بیشترین مشکلی که من داشتم، حالا من رو بدن خودم میگم، من مقاومت انسولینی که داشتم، اون مصرف پروتئین زیاد در کنار حالا چربی کم و باز کربوهیدرات متوسط، یعنی باز یه کمی بیشتر از حالا حالتی که الان هست، اون لود قند رو توی بدن من داشت و این بر من جواب نمیداد. ولی خیلی دیدم و خیلی از دوستان خودم پیش متخصصینی رفتن تو همینجا و این رژیم دکتر اتکینز حالا به شکل‌های مختلف، پروتئین بیشتر، کربوهیدرات کمتر یا همون به خود شکل دقیقا اتکینز گرفتن و جواب گرفتن، ولی رو بدن من اصلا جواب نداد و من همیشه گشنه بودم. یعنی اصلا حس سیری توی من وجود نداشت، همیشه ضعف داشتم. حدودا 1.5 تا 2 ماه فکر میکنم ادامه دادم، ولی واقعا دوره سختی بود برام. درسته این که میفرمایید به خاطر حالا پروتئین بالاتر و مقاومت انسولینی شدیدی که داشتین کاملا با چیزی با منطق به نظرم سازگار هست، چون که کسی که مشکل بنده خون داره، مشکل پیش دیابتی داره یا مقاومت انسولین در شرایط بالا داره، همینجور که شما توی شرایطتون گفتین، فکر میکنم جمع وزنها رو که حساب بکنیم چیز هلوش 60 کیلو فکر میکنم افزایش وزن داشتین که نشون دهنده یه مقاومت به انسولین خیلی بالاست. شرط که نه، همون 30 بود نهایتش، چون که من فکر کردم 30 رو اضافه کردیم. نه بلید. کم کردم 22 کیلو اضافه کردم، بعد کم کم 30 کیلو اضافه کردم، 24 کیلو کم کردم، بعد هی این وسط یه ضرب بازی شدن. اون کاهشه رو من توی توضیحات شما متوجهش نشدم. درسته. به خاطر همین دوتا رو 30 تا رو اومدم پشت سر هم جمع. نه فکر میکنم که حالا بالاخره توی خانم ها کلا مشکلات هورمونی، نه که مشکل، ولی شرایط هورمونی هم باعث میشه که این کاهش سخت تر باشه. آقایون یه کمی تو این زمینه راحت ترن حالا به خاطر وجود تستوسترون و داستان های اینطوری، ولی خب خانم ها این مشکل هم دارن. یعنی اگه حتی مقاومت به انسولین نداری، اون هورمونا خیلی کمکت نمیکنن که به اون وزن ایدال راحت برسی. موافقم. بعد یه
تصویر تنزی هم به اصطلاح همین میمی هم بین این محیط هایی که در مورد کتوجنیک و کاریبور اینا صحبت میکردن رایج شده بود، به اصطلاح وایرال یا ویروسی شده بود که آقای شروع خانم شروع میکنه ورزش میکنه، حجم غذاشو کم میکنه، کل کربوهیدرات ها رو حذف میکنه، چربی و پروتئین این کار رو میکنه، آخر هفته میره روی ترازو 2 کیلو اضافه کرده. آقای میاد فقط به قهوهش شکر نمیزنه و آخر هفته هم نگاه میکنه میبینه 5 کیلو کرده. دقیقا همطوریه. یه مشابهی رو داشتم، یعنی خود من نگاه که میکنم اوایلش میخواستم اول رژیم رو یاد بگیرم و اصلا میخواستم بفهمم که قند یعنی چی. حالا قند رو به مراتب میفهمیدم، کربوهیدرات رو میخواستم بفهمم که یعنی چی، توی چه غذاهای زیاد هست، چقدر ضرر داره، چقدر ضرر نداره اینها. و بعد خود همین یه زمانی طول میکشید، ولی از همون هفته اول که فهمیدم اوکی تو که میدونی مربا قند داره، نوشابم قند داره، اینا رو نخور، از همون هفته اول من داشتم تاثیرش رو میدیدم. ولی خب اون کلن تو خلقت به خانوما ظلم شده، همه جورا آقایون شانس دارن. یا حالا به هر حال این مسائل هم هست و گفتین که آب بدن حالا به هر حال کم شده توی اون اوایل، ما به رژیم های دیگه که نگاه میکنیم همون خیلی وقتها هنر کم کردن آب بدن رو هم ندارن، یعنی 1 کیلو کم بکنن ولی آب بدن کم شده باشه. بعد در مورد نمیگم آب بدن کم بشه، این رو باید توضیح ها اضافه کنم که منظورم این نیست که لزومن چیز خوبی هست و لزومن هم به این نه، ولی احتباس آب زیاده توی رژیم های پر کربوهیدرات، یعنی آب زیادی توی بدن میمونه و اونم خوب نیست. خب به نوبه خودش. بله یه عزیزی یه سوالی میکنم، من یادداشت میکنم که بعدن بپرسم، ولی قبل از اون به یکم توی جزئیات توضیحاتی که دادین وارد میشیم. در مورد منابعی که دنبال میکنید گفتید مثلا دکتر برک و خود من هم به بعضی از ویدیوهایشون برخوردم که زیرنویس فارسی دارن و اینها، ولی خب اکثرا انگلیسی هستن. شما حالا اگر من فارسی ها رو فکر کنم یه مقدارش خودم زیر نویس کردم، یعنی فهم کنم یه تعداد زیادیش که حالا به فارسی زیر نویس داره توی پیج خودم هست، من جایی ندیدم، اگر بوده شاید هست کسی دیگه این کار میکنه. ولی جان همینجا میخواستم بپرسم که کدوم یکی از ویدیوهاشون، اول که چند تا از ویدیوهاشون رو شما زیر نویس کردین، کدومش رو فکر دقیق یادم نمیاد، چون که فکر میکنم من بالای 10 تا رو زیرنویس کردم ولی نمیدونم چند تاش رو تو پست هم گذاشتم، انقدر که الان فاصله افتاده از پست آخرم. فکر میکنم 4-5 تاش یا بیشتر شاید گذاشتم. یه سری هم هستش که متون مینی کورس ها رو زیر عکسشون گذاشتم و به فارسی ترجمه کردم که خود اونام تقریبا 7 تا پسته. جدای از اون 10 تا ویدیوشون رو من زیر نویس کردم که فکر میکنم 4-5 تاشو توی پیجم گذاشتم، بقیهش رو هنوز نذاشتم چون یه روند جدید دارم به پیجم میدم و احیانا بعد از این که یعنی میخوام بیام از پایه دوباره که تو رو توضیح بدم برای دوستانی که جدید اضافه شدن و مداوم سوال میکنن، به خاطر همین اونا رو گذاشتم که توی این مرحله قرارشون بدم توی پیج. توی اینهایی که قرار دادید فکر میکنید کدومشون باشه که ضرورت بیشتری داشته باشه که افراد ببینن؟ یا میزان مصرف پروتئین. میزان مصرف پروتئین. بسیار بسیار خوب. بعد منابع فارسی که دنبال کردید رو اگر که منابعی بوده بفرمایید که اکثرا بتونن دنبال بکنن، در بحله بعدی به منابع انگلیسی میبرم. منابع فارسی که شاید خیلی محدوده، من خودم آقای تارمسری و پیجشون رو واقعا قبول دارم، پیج کتو ایران، و خودم خیلی از یعنی منابع علمی که میذارن استفاده کردم. همین فقط فسارای تارمسری رو من از اون پیج استفاده کردم، اگر که قطعا پیج های دیگه هستن که شاید نیام یا من ندیدم یا
نرفتم توش بگردم، ولی دوستان دیگه خب هستن، حالا پیج های دیگه هستن که حتی فروشگاهن مطالب علمی میذارن، مثل حالا پیج کتوشاپ که من خودم قبولشون دارم واقعا، یا دوستان دیگه خیلی میتونن باشن، من خیلی شاید نتونم تعدادو بگم، ولی آدم های زیادی هستن تو این زمینه دارن تلاش میکنن. چیزی که الان حضور ذهن دارم این دوتا بود. بسیار خوب، اتفاقا باهاشون هم در تماس هم و مطالبشون رو دنبال میکنم و با آقای تارومسری هم که دو بار تا حالا صحبت کردیم و امیدوارم که با بقیه اعضای تیم هم بتونم به زودی مصاحبه هایی داشته باشم. واقعا گروه خوبی هستن. بله واقعا تیمشون هم دقیقا اشاره کردین، همه اعضای تیمشون، دوستانی که قدیم بودن، دوستانی که جدید هستن، همشون واقعا پیج در واقع پرباری دارن و پر از مطالب علمی هستش. بله که تو شاپ هم که پستای ما رو بعضی وقتا توی استوری میذاره و از تلاشاشون و کمک هایی که به ما میکنن خیلی سپاسگزاری میکنیم، از جمله پست مربوط به همین ویدیو رو. و در مورد کورسرا، من خودم یه زمانی زیاد توی کورسرا میچرخیدم و دوستشم دارم اتفاقا، اما در زمینه تغذیه اوایل آشناییم با کتابم بود و همچنین حالا فیزیولوژی ورزشی بد نبود، ولی در مورد تغذیه اینها میبینم کلن چیزهای رایج جریان رایگان نداره، یعنی دوره هایی که داره مربوط به نوتریشنه با هزینه است که مثلا بیشتر از کورسای بیشتر از 3 ماهش هزینه داره دیگه. اون دوره هایی که تو دوره رایگان هست، حالا من 2 سری از دوره هایی که گذراندم دوره رایگان بوده، نوتریشن، حالا نوتریشن غذای کودک بوده و نوتریشن به صورت کلی و عمومی بوده. الان دارم داروهای چینی و خواصشون رو میگذرونم، البته یه وقفه افتاد، یه تایمی شروع کردم ولی فاصله افتاد و بعد حتما ادامهش بدم. روش کاهش وزن، روش اسمارت که چجوری کاهش وزن انجام بدی و این مسائل، اینا همشون رایگانه توی در واقع سیستم کورسرا. ولی اگر که کورسای بردارین که دورش بیشتر از 3 ماهه که توشون حالا کیسای بهتری میشه پیدا کرد، چیزایی هستن که هزینه داره دیگه، از ایران هم سخته واقعا پرداخت کردنش، نه از این جهت که ما اینجا کردیت کارت نداریم، منظورم حالا مثلا اون یه جنبش هست. و بعد اینکه خب ایرانی ها رو هم تحریم کرده، من مسئله این رو هم داشتم که مدرک ازشون نمیتونستم بگیرم اگر میخواست وقتی که ایران بودم. من اینجا خودم با فیلتر شکم میرم دیگه، اصلا بدون فیلتر شکم باز نمیشه. حالا ایشالله میگیم بعدش نه یه جوری ببندن که با فیلتر شکنم نتونیم. آره امیدواریم. آره البته من مرادم سوالم در مورد رایگان بودن یا رایگان نبودنشون نبود، مرادم این هست نه، که من منظورم این بود که این درس هایی که رایگان هستن محدودن و خیلی ممکنه پیشرفته نباشن، ولی توی درس هایی که غیر رایگان هستن و دوره های بلند مدت تر، موضوعات بیشتری دارن در زمینه نوتریشن و کاهش وزن، حتی رژیم های خاص مثلا مدیترانه یا من دیدم که داره، ولی راجع به لوکر هنوز چیزی ندیدم خودم توش تو سرچ هایی که کردم. آره خب زور رژیم مدیترانه متاسفانه این مقدار زیادی زیاده و کلن دکتر انسل کیز که اون رو باب کرد و خب خیلی مشکلات در پی اون به وجود اومد، ولی به عنوان بهترین رژیم همیشه ازش داره یاد میشه و توی دانشگاه های مختلف پزشکان هم همین رو توصیه میکنن، برای بیماری قلبی هم همین رو با تاسفانه توصیه میکنن و پایش هم حراس از چربی و غذاهای حیوانی است متاسفانه. ولی خب حالا از اون کورس های رایگانی که بودید و به حال که استفاده کردید و محدود بودن، چه چیزهایی گرفتید؟ می‌دونم که اونها معمولا جریان اصلی یا مینستریم رو دنبال میکنن و به کتو نمیپردازن، حتی همینجور که فرمودید اون پیشرفته هاش هم به کتو نمیپردازه. چیزی بود که یاد بگیرین که برای شما هم
و برای هر کسی که این رژیم کتو لو کارب این ها رو دنبال میکنه کاربرد داشته باشه. ببینید من خیلی خودم تلاشم به خاطر اینکه سعی میکنم رسپی های جدید ایجاد بکنم، خیلی تلاشم اینه که این کار علمی انجام بدم. برای همین همه این مطالعات و همه این دوره هایی که دارم میگذرونم، اول از همه برای اینه که به خودم کمک بکنم، دوم از اینکه بتونم برای بقیه مفید باشم. قطعا اولی و دومی و سومی که گذرونم هر کدومش یه بخشایش مفید بوده که رفتم سراغ بعدی، و حالا نکات زیادی داره، مثلا شاید توی این بحث نگنجه، ولی مثلا یکی از نکات جالبی که میتونم بهش اشاره بکنم همین سیستم اسمارت. چیزی که ما الان، همیشه خودم هم از اول میگفتم تا قبل از اینکه این دوره رو بگذرونم، به هر کسی میگفتش که من هر روز خودم وزن میکنم و مثلا میبینم حالا کم شدم خوشحال میشم، زیاد شدم ناراحت میشم یا استرس میگم یا یه همچین چیزی. توی دوره‌ای که آموزش در مورد چه جوری برنامه‌ای بنویسیم برای خودمون که کاهش وزن داشته باشیم، یکی از نکات مهم که سیستم اسمارت بهش میگن، یکی از نکات مهمی که میگفتن دقیقا این بود که شما هر روز صبح باید سر یک ساعت مشخصی خودتون رو وزن بکنید و توی یک هفته این وزن ها رو با هم جمع بکنین، توی یک هفته میانگین بگیرین، اون کاهش رو در نظر بگیرین. ممکنه توی 2 روز پشت سر هم وزنتون بالا بره یا پایین بیاد، این ملاک نیست خیلی، ولی نکته اصلی اینه که شما با این کار روند پیشرفتتون رو روزانه دارین بررسی میکنین و در کنارش باید به خودتون یاد بدین که با بالا رفتن و پایین اومدنش خوشحال یا ناامید نشین. یعنی روی این مثلا کار بکنین، استرس نگیرین، باهاش کنار بیاین، بدن خودتون رو هر جوری که هست دوست داشته باشین. و این خیلی جالب بود برام، من از اون موقع این کار دارم میکنم. یه روزای واقعا وزنم مثلا حتی شده بود 1 کیلو میرفت بالا و اولش خیلی ترسناک بود، ولی بعدن که مداوم این کار رو انجام دادم واقعا دیدم عوض شد، به هم خیلی کمک کرد. فهم میکنم مثلا این نکته بود که به من شخص خیلی کمک کرد تو این زمینه. درست. و حالا یه چیزی که در واقع اول باید میپرسیدم ولی از زیر دستم در رفت، گفتید که توی دوره هایی که استرس داشتید اکثر وزن شما تو اون موقع اضافه شد، یعنی به اصطلاح همون پرخوری استرسی، مثل دقیقا بولمیا. مثل بولیمیا. و خب حالا میخوایم به این بپردازیم، اینو میخوام واسه همون شفاف سازی بفرمایید که توی کتو چه تجربه داشتی توی حالا آیا با استرس های بزرگی هم روبرو شدید و اگر توی این دوره با استرس های بزرگی روبرو شدید واکنش شما چطور بوده و خورد و خوراک شما رو چجوری تحت تاثیر قرار دادید؟ یعنی به طور کلی میخوام بدونم که پرخوری استرسی شما رو چگونه تاثیر گذاشته. قطعا که تاثیر گذاشته، ولی من در کنار اینکه حالا کتور شروع کردم یک سری دوره های چی میگن کمک کردن به رشد فردی و این چیزا هم رفتم، حالا اون استرس هم به این واسطه تونستم بیشتر کنترل بکنم، ولی قطعا که تو خیلی بیشتر از اون رژیم های دیگه به هم کمک کرده. چون اولا که وقتی که این تحریک انسولین مداوم وجود نداره، حس گشنگی نداره، بخوای هم نمیتونی چیزی بخوری، یعنی اصلا انقدر سیری که آبم ممکنه به زور آدم دلش بخواد بخوره. به خاطر این یه نکته مثبته که حتی اگه بخوای هم نمیتونی این کار بکنی. کاری نداریم که حالا اون افزایش سطح کورتیزول و این داستانا خودش میتونه این سیستم رو به هم بزنه و تاثیرگذار باشه، ولی واقعا خیلی بیشتر کنترل شده. یه روزایی خیلی عصبی بودم، مثلا به جای 2 وعده 3 وعده خوردم، چون من اکثرا یا 1 وعده هستم یا نهایت 2 وعده و بیشتر از این نمیشه. ولی اگه خیلی عصبی بودم مثلا یا یه اسنکی یا یه وعده سومی اضافه شده، ولی ریزخاری به هیچ وجه ندارم. اون زمانها قدیم مداوم وقتی عصبی بودم بعد میخوردم یه چیزی، پفک و چیپس و چه میدونم میوه و هر چیزی دم دستم بود، ولی توی این شرایط کتو خدا رو شکر نه، این مشکل رو ندارم، ریزه خاری اصلا ندارم، یعنی خودم هم کنترل میکنم این داستان. بسیار عالی. و نکته فکر کنم الان بهش پرداختید و کمتر توی پادکست خودم حالا بهش پرداخته شده، یعنی بهش اشاره شده و به عنوان یه عامل مهمم بهش اشاره شده، مثلا همین قضیه استرس، ولی شما در مورد راهکاراش گفتین که خود من تقریبا توی پادکستم بهش نپرداختم،
گفتید این دوره های رشد فردی رو دنبال کنید، مخصوصا اگر این دوره ها فارسی هستن خیلی خوشحال میشم که بگید، چون که خب ممکن اکثرا فقط به زبان های فارسی دسترسی داشته باشن و حالا اگر هم انگلیسی هستن به هر حال میتونه ارزش داشته دوره باشه برای یاد. آنلاین نبوده، دوره حضوری بوده، ولی دوره های تی ای هستش که حالا در واقع خیلی الان باب شده. اون زمانی چی که من هست؟ رفت تی ای برای در واقع همین سیستم های رشد فردی دیگه. بعد دوره هایی که مثل من یه سری طرحواره درمانگری رفتم، یعنی آدم ها طرحواره هایی دارن توی پیش زمینه ذهنشون، یعنی توی ناخودآگاه ثبت شده از کودکی به بزرگسالی، بعد اینها باعث میشه رفتارها توی بزرگسالی ساخته میشه. مثلا من یه چیزی که داشتم طرحواره ایثار بود و این خیلی خودم اذیت میکرد، یعنی تا خودم بر یکی نمیکشتم که طرف راضی باشه و نمیکردم، و خب خیلی روی این قضیه کار کردم. الان یکم بهترم ولی هنوز کامل نتونستم کنار بذارمش. حالا و طرحواره های دیگه توی این مشاوره ها و این داستانه که رفتم، این مسائل رو بر خودم حل کردم، یه جوری خودم رو از پای کوبیدم دوباره ساختم و اینا به من خیلی کمک کرد و همین دیگه. حالا کتاب های مختلفی هم هست، میتونم بعدا براتون بفرستم که زیر کپشن بذارین، از حال خوب به حال بد دیگه. مثلا الان چی بگم بهتون، کتاب های من خوب هستم شما خوب هستی، همچین چیزایی، حالا الان برش I'm اسمم okay, you're okay که در مورد آره. فرد خود بالغ آره خود دقیقا بالغ 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 آره خیلی بودکتر. دخیش خوندم دقیقا تی ای به همین اشاره میکنه، یعنی میگه که مثلا تو چه زمانی باید با کودک درونت بیای مثلا صحبت بکنی، تو چه زمانی باید بالغ باشی در مقابل کسی که داره از بالغ صحبت میکنه، کودک نباشی. بعد میره توی مثلا مثلث هایی که آدم مثلا خودش رو در چه میدونم زجر میده، فدا میکنه، این داستان ها اینطوری دیگه، حالا الان جاش اینجا نیست بخوایم صحبت بکنیم، ولی اینا خب کمک میکنه برای کنترل این شرایطی که آدم، یعنی اگه بشناسه که مشکلش کجا هست و برطرفش بکنه، کمک کننده است دیگه، رشد فردی داشته باشه. یعنی در واقع در مورد ورود به جزئیات راحت باشیم، چون که خب تئوری گفتن انتخاب خودم گفتن کمتر. آره دقیقا، یکی از دوستان آره نیمه تاریک وجود تئوری انتخاب، این کتابو من یه کمی موقعی که میخوام حرف بزنم ممکنه در واقع ذهنم یاری نکنه، ولی این کتاب ها کتاب های خوبی هن واقعا. آره من خودم همیشه وقتی میگن آخرین فیلمی که دیدی چی بوده، آخرین کتاب یا خونی چی هنگ بوده، همیشه میکنه ذهنم خالی خالیه. امروز شرایط توی کلاسی که امروز بودم مثلا پیش اومد که آخرین فیلمی که دیدی چی بود، حالا قرار بود توی کلاس آلمانی بود، قرار بود در مورد صحبت بکنم، اصلا واقعا یادم نمیاد که آخرین فیلمی که دیدم چی بود. منم همینطوری هم. خب ممنون، کتابا رو هم فرمودید و در مورد دوره تی ای گفتید و رشد فردی، ولی گفتید چه مدت هست اینها رو دنبال میکنید؟ من از زمانی که اون استرس شدید رو داشتم، یعنی فکر میکنم 6-7 سال پیش شروع کردم رفتن در واقع پیش مشاوره های مختلف و طرحواره درمانگر و بعد روانکاوی، و برای اینکه اعتقاد دارم هر آدمی برخلاف اینکه تو ایران میگن که اگر که بری پیش روانشناس مثلا مشکل داری، به نظر من هر آدم مثل دنیای غرب همه یه وکیل دارن یه مشاور، و واقعا باید آدم بگرده اون کسی که مشاوره و میتونه حالش رو خوب بکنه، میتونه کمکش بکنه، پیدا بکنه. من خیلی پیش میتونم بگم بالغ بر 30-40 تا مشاور رفتم تا اون فردی که مثلا تونست کمکم بکنه رو پیدا کردم، ولی خب خدا رو شکر اوکی هم الان. آره این قضیه پیدا کردن یه درمانگر که واقعا خوب باشه یه چیز شبیه به قضیه یک پارتنر برای زندگی پیدا کردن هست، که شما باید یه نفر رو پیدا بکنی، فقط مدرکش ملاک نیست، مهم اینه که چجور ارتباطی با شما داره، چجور شما رو میفهم، یعنی علاوه بر اون تبحر ارتباطش با شما هم مهمه و باید شما افراد مختلف رو امتحان بکنید ببینید با کدومشون وصل میشه.
درسته اصلا به برخورد نظر من اصلا تو زندگی امروزی یک بخش واجبی از زندگی، یعنی این نیستش که اگه کسی فکر بکنه، من به خیلی از دوستان پیشنهاد میدم که حتما برو مشاور، میگم اگه ما دیوونه، میگم اگه آدم دیوونه باید بره مشاور، اصلا مشاوره یه بخش الان تو زندگی مدرن امروزی یه بخشی از در واقع زندگیه، اگه نباشه اصلا خنده داره، آدما نمیتونن واقعا به تنهایی مشکلاتشون رو حل بکنن. یه قضیه بهبود هست که میتونه خب زندگیمون اگر هم خوب هست بهبود بده، حالا مشاوره یا اطلاعاتی که در مورد روانشناسی داریم که لزومی نیست ما حالا حتما با یه مشکل روانی دست و نه پنجه بکنیم اصلا، و بشه. آره نه خود استرس، همین خود استرس روزمره، من دقیقا علت اصلی مراجعم استراب و استرس بود و برای اینکه جلوشو بگیرم که دچار افسردگی نشم در آینده، نه خیلی به سلامتم اهمیت میدم همه جوره تو همه زمینه خودم، و یعنی مثلا چه همین الانم هم که رژیم هستم 6 ماه یه بار 8 ماه یه بار نهایت حتما آزمایش کامل خون میدم، سونوگرافی، همه چی که چکاپ کامل باشم، به روحم هم همینقدر اهمیت میدم، یعنی یاد گرفتم که برای اینکه زندگی خوبی رو حس کنم داشته باشم و بتونم بهبودش بدم به قول شما، اینا واقعا یه بخش لازمیه توی زندگی و انجامش میدم. بسیار عالی. حالا اینجوری چون که حالا کمتر صحبت شده خیلی اصرار دارم روی این موضوع توقف کردم و امیدوارم راحت باشین در مورد صحبت کردن در موردش. ببخشید. روزانه چه کارهایی انجام میدید برای رهایی از استرس و بهبود زندگی روزانه‌تون؟ آیا کارهایی هست که شما به صورت روزانه پس از بیدار شدن انجام میدید یا کارهایی که حالا در دیگر اوقات روز انجام میدید که در این زمینه به شما کمک بکنه و دیگران هم بتونن خود کمک همین کنن؟ مطالعه، مطالعه کتاب های مختلف، چیزایی که به خودم کمک میکنه، حالا چه تو زمینه علمی باشه چه تو زمینه معنوی فلسفی، موارد این چنینی، مدیتیشن 20 دقیقه حداقل در روز، این کارو میکنم الان تقریبا میتونم بگم 3 ماهه که به صورت مداوم دارم این 20 دقیقه رو انجام میدم. و شکرگزاری، حالا شاید خیلی انجامش نمیدن یا برای خیلی اوکی نباشه، ولی من خودم ازش معجزه دیدم، واقعا این کار میکنم، اعتقاد دارم که اگر هر چیزی که کوچیکه حتی داری میتونه آرزوی یه نفر دیگه باشه که داشته باشدش، پس برای همون یه چیز کوچیک آدم باید شکرگزار باشه. یا میتونه آرزوی یه روزت که خیلی روز بدی هست باشه، یه روز دقیقا از دستش دادی یا یه روزی که نداشتیش، بعد اون چیزی که به نظر کوچک میاد بزرگ هست. و یه چیزی که خود من این شکرگزاری رو دنبال میکنم، حالا کسی که مذهبی باشه مذهبی نباشه مهم هم نیست، اینکه قدردانی، قدر دقیقا آن چیزی که داری بدونی و این رو همیشه به خودت یادآوری بکنی، این خیلی مهم هست توی روزهای سخت، خیلی کمک کننده است. حالا ببخشید من دارم وقت شما رو میگیرم و از خودم صحبت میکنم. نخواهش میکنم. اینجوری است که من اصلا یه متنی داشتم و روی کامپیوترم بود، الان پسوردش رو میگم، پسوردش این بود in case you forgot، in case you forget، بعد یعنی برای زمانی که یا اگر که فراموش کرد. خب چون که متن خصوصی بود و کلن خیلی میخوام آزاد بنویسم، اینها رو همیشه پسورد میذارم و پسوردش رو in case you forget گذاشته بودم که هر چیزی که کوچکی هم که باشه من به خودم یادآور بشم که اینها رو تو نداشتی انجام دادی، این اتفاق قبلا یا این موضوع در زندگیت وجود نداشت، الان وجود داره، به خاطرش سپاسگزار باش، قدردان باش. و یه نقل قول خیلی زیبایی هم که شنیدم از دکتر رابرت گلوور، میگفت که اگر که قدردان چیزایی که امروز داریم نباشیم، چطور وقتی که یه چیز چطور ممکنه وقتی یه چیز بزرگتر بهمون میرسه اون موقع قدردان باشیم؟ ما باید قدردانی رو از همین الان شروع بکنیم، قدر چیزهایی رو که الان داریم بدونیم که وقتی که یه چیز بزرگتر اومد اون موقع اون تفاوت ایجاد میکنه، اون موقع تفاوت در زندگی ایجاد میکنه و اون موقع هست که حضورش رو درک میکنه. مگر تا زمانی که اون قدر اون سپاسگزاری وجود داشته باشه در حضور اونها هم باز
اون حس مثبت رو نخواهی کرد، چون که این یادآوری خودت نداری. دقیقا. حالا یه چیزی که مثلا میشه گفت، آدمایی رو آدم میبینه که همه چیز دارن ولی همیشه شاکی و ناراحتن. آدمایی هستن که از نظر حالا تمکن مالی یا مثلا متمول بودن لول پایین تری هستن ولی خوشحالن تو زندگیشون، و اینکه به اون داشته هاشون راضین، دنبال این نیستن که فقط غر بزنن به زندگی، همش بگن همه چی بده. بعدی الان هست، واقعا جامعه هستیم که شرایط نه فقط خودمون، تمام دنیا تو شرایط بدیه، به همه فشار داره میاد. مثلا چرا باید آدم مجبوری زندگی کنی؟ یا دو راه بیشتر نداری، یا زندگی کنی و خوب زندگی کنی، سه راه البته، یا اینکه همش قور بزنی و عذاب بکشی این تایمی که زنده هستی، یا خودتو بکشی دیگه، کلا راه دیگه ای که نداری. برای همین آدم بهتر که اون بهترین راه رو انتخاب بکنه. درست. و در مورد مدیتیشن هم، شما چه سبکی رو دنبال میکنی، چه روتین رو دنبال میکنی و چقدر ازش تاثیر دیدین؟ سبک ببینید، من مثلا هول و هوش از فهم کنم دانشجو که بودم شروع کردم دوره های یوگا رفتن، و توی همون زمان حالا با آسانا و این داستان ها میتیشن رو انجام میدنیم. بعدش یه سری دوره های باز رایگان که میگم، چون من خیلی سرچ میکنم تو اینترنت تا کمترین هزینه رو بخوام بکنم و بیشترین دریافت رو داشته باشم، دوره های رایگان 21 روزه دیپاک چوپرا بود که ثبت نام کردم و جزو اگه 100 نفر اول بودی، فکر میکنم 6 سال یا 7 سال پیش بود، میتونستی مثلا در واقع رایگان توی اون دوره شرکت کنی. اون رو گذروندم. شما یکی از 100 نفر اول بودی که ثبت نام کرد؟ اگر که آره، اگر که من انقدر پشت بند همش دنبال میکردم این داستانه که بتونم ثبت نامی، حالا مثلا هزینه زیادی هم نداشت ولی مثلا انقدر جا داشت که بتونن توی این لیست باشن. اینطوری بود اون موقع، هنوز مثلا یه چیزی مثل زوم و این داستان ها نبود، همه چیز آفلاین حالا انجام می شد ولی تعداد محدود و اینجا. بعد اونو گذارندم. الان هم صرفا فقط یه تایمی رو اختصاص میدم، در واقع تنفس درست انجام میدم، ذهنم رو خالی میکنه از فکرهای منفی و سبک خاصی رو نمیگم که انجام میدم، از رو اینه و همین، فقط یه تایمی حدودا 20 دقیقه تا نیم ساعت سعی میکنم که از اون افکاری که تو ذهنم هست، فشارهایی که روم هست، همه اینا خودم راحت کنم. البته یه چیزی هم بگم، این الان یادم اومد، اون اوایل که خیلی استرس داشتم که پیش مشاور میافتم، مشاورم به هم گفتش که یه راهکاری که به من خیلی کمک کرد، الان یادم افتاد که بگم، افرادی که خیلی استرس دارن، گفتش که تو همه این ذهنیاتی که تو کل روز به ذهنت میاد رو تو یه تایم خاصی براش زمان بذار. مثلا بگو که هر روز از ساعت 1 تا 2 ظهر به این موضوع فکر میکنم و این ور و اون ورش کل روز حق نداری این کار بکنی، و این خیلی به من کمک میکرد. یکم اوایل سخت بود چون تو طول روز نمیتونستی ذهنتو خالی نگه داری از این فکر، ولی بعدا ذهن عادت میکنه. فقط توی اون 1 ساعت بهش فکر میکردم، کم کم 1 ساعت رو کردم، 30 ثانیه کردم، 20 دقیقه، 10 دقیقه و بعد تمام. بسیار عالی. من به این موضوع بر نخورده بودم، ولی خود پدیده نشخوار فکری رو، اسم علمیش همینه، نشخوار فکری، که یه چیزی رو فکر میکنی، در موردش راه حل واسش پیدا میکنی، دوباره بهش فکر میکنی، دقیقا اینو نشخوار اصلا یکی میکنن. باهات حرف میزنه، یعنی خودت که با خودت حرف میزنی. الان توی حالا دورهای کوچینگ و این مسائل من نگذروندم به صورت شخصی، ولی همین دورهایی که یعنی چی میگن، چیزایی که صحبت میشه راجبش و این مسائل رو گوش دادم، یکی از نکته هایی که هست اینه که بیای این صحبت های ذهنی تو کم کنی، کاهش بدی، همون استرس تو کاهش میده، کمک میکنه ذهنت بازتر بشه، تصمیم های بهتری بگیری. خود همین قضیه نشخوار ذهنی میتونه که از فلج کننده ترین اتفاقاتی باشه که یه فرد میتونه تجربه بکنه. کمتر کسی تجربهش کرده باشه، ولی کسانی که تجربهش کردن واقعا میدونن. و توی خود من هم، حالا شما این رو فرمودید که توی یه ساعت خاص بهش فکر بکنی، توی خود من نوشتنشون خیلی جادویی نوشتنم کمک میکنه.
من کلا وقتی میخوام یه چیز رو حالا منتقل بکنم برام سخته، یعنی برای خودم منظورم، مثلا میخوام یه چیزی رو تو ذهنمه بخوام بیارم رو کاغذ برام سخته، برای همین نوشتن خیلی به من کمک نمیکنه، ولی خیلی از افرادی رو میدونم که اون نوشتن بهشون خیلی کمک میکنه. آره، برای خود من واقعا موثر بوده. توی سخت‌ترین شرایط حتما این روتین رو دنبال میکنم. و حالا یه کمی هم فکر میکنم که سوالاتی رو که تا الان داشتم بیشتر پاسخ داده شدن، میپردازیم به سوالاتی که عزیزان مطرح کردن. یکی از دوستان در مورد استوپ وزنی یا واژه یا عبارت بهتر رو ترجیح میدم، ایست وزنی، هر دو فارسی، هر دو کاملا هم شفاف و روان. ایست وزنی، در مورد ایست وزنی به طور کل چه صحبت هایی دارید و چه راهنمایی هایی برای خروج ازش دارید؟ توی هر رژیمی بدن به خاطر اینکه عادت میکنه به اون رژیم و متابولیسم بدن با اون شرایط آداپته میشه، این امکان وجود داره که استوپ وزنی به وجود بیاد. حالا توی کتو یه ذره بیشتر به خاطر اینکه ما کالری دریافتیمون بالاتره، این اتفاق ممکنه طولانی تر بیفته. کاری که میشه کرد، یعنی راهکاری که داره، اینه که اول از همه خیلی جدی نگیرینش و راهتون رو ثابت قدم ادامه بدین. تجربه شخصی منه این داستان، ممکن شده بر من، یعنی پیش اومده که توی 8 ماه وزنم ثابت بوده ولی مسیرم رو ادامه دادم و ول نکردم و اصلا استرس اون وزنه رو نداشته باشه. خود اون استرس باعث میشه استوپه بیشتر بشه. مورد بعدی اینه که اگر دارین کالری بیش از اندازه میگیرین، کالریتون رو کمتر بکنین. هر چقدر وزن میاد پایین تر، حتی اگر کتو هستین، کالری لازم بدنتون هم کاهش پیدا میکنه. شما نمیتونین مثلا اگه با وزن 80 شروع کردین، مثلا دارم میگم 2000 کالری میگرفتین، الان که شدین 70 هم همون 2000 رو بگیرین. چربیه رو باید کم کنین، یکم پروتئینر رو کمتر کنین. تحرک میشه داشته باشه آدم، ورزش بکنه در کنارش. یه چیز دیگه هم که میتونه باعث استاپ وزنی بشه، کربوهیدرات های پنهانه. خیلی ها تو تایم کوتاه مثلا رژیم رو تازه شروع کردن، چون تو یه سال اول اون استاپ خیلی پیش نمیاد، مگر اینکه واقعا یا کالری بیش از اندازه ای از چربی داری گرفته میشه، یا اینکه کربوهیدرات پنهان مصرف میشه. یعنی مثلا آدما میگن که ما به خدا رعایت میکنیم، کربوهیدرات هم کم میخوریم، ولی وزنمون کم نمیشه. وقتی همچین اتفاق میفته، یکی از عواملش اینه که کربوهیدراتایی داری میگیری که بهش توجه نمیکنی. یعنی مثلا چه میدونم، داری در روز 2 تا خیار میخوری، 2 تا گوجه میخوری، پیاز میخوری، بادمجون میخوری، همه اینا رو با هم داری میخوری، همه اینا، حالا بادوم در کنارش، کره بادوم زمینی، این اون، همه اینا بعد ببینید چقدر کربوهیدرات داره. برای کسایی که مشکل کاهش وزن دارن، مخصوصا تو خانم‌ها سختشونه کاهش، اون میزان کربوهیدرات نیاد بالای 20 گرم حداقل توی مدت اولی که دارن کاهش پیدا میکنن، تا بدنشون با این رژیم ادابته بشه. بعدش حالا این امکان وجود داره که تا حتی 50 گرم هم بالا بیارن. یه همچین مسائلی میتونه کمک کننده باشه. حالا باز در این مورد من فکر میکنم 6 تا یا 5 تا پسته که دقیقا مینی کورس دکتر برگ بود که من ترجمه کردم، که راهکارهای در واقع جلوگیری و رفع استوپ وزنی رو نوشتم و میتونن استفاده بکنن، توی پیجم هست. بسیار هم خوب. و در مورد، حالا نمیدونم این سوالی هست که جا داره بپرسم یا نه، رژیم کتو رو برای افراد 11 ساله میپرسن، بچه های 11 ساله. اول از همه چی بهترین راه اینه که با پزشکی صحبت بکنین، برای هر کسی که میخواد این سبک رو شروع بکنه. چون خیلی هم میپرسن اینو، من مثلا فلان بیماری رو دارم شروع بکنم، من فلان، از آدمایی میپرسین که درست مطالعه کردیم ولی ما پزشک نیستیم، یعنی مطالعه تنها کافی نیست. من اینو همیشه به همه میگم، صرفا چون مطالعه کردیم نمیتونیم جوابی که به شما میدیم قطعی و درست باشه. ولی طبق تجربه و چیزی که من دیدم، افراد اولا این که اصلا این رژیم برای بچه هایی که سر داشتن، برای کاهش اون
در واقع گردش سرشون بود که این رژیم به وجود اومد، یعنی تو بچه های کوچیک اصلا شروع شد و بعد به بزرگ سالا داده شد. و الان افراد زیادی هستن که من حالا یه سریشون رو دنبال میکنم، یه سریشون رو دورادور میبینم که به بچه های خودشون هم این سبک رو در واقع دارن، برای بچه های خودشون هم این سبک رو رعایت میکنن، با تفاوت اینکه میزان کربوهیدراتشون رو 50 نگه میدارن و نه زیر 20. یعنی کربوهیدرات رو حد اکثر میزانی که میشه تو سبک کتوژنیک باشه نگه میدارن. و یا حتی بعضی ها رو میشناسم که کرب سایکلینگ میکنن برای بچه هاشون و راضی هستن، ولی چیزیه که اون فرد روی بچه خودش امتحان کرده و به نتیجه رسیده، ممکنه روی بدنه یه بچه دیگه جواب نده. برای همین خوبه که حتما با پزشکی که با کتو موافقه و مخالف نیست حتما صحبت بشه، چون متاسفانه خیلی از پزشکا هستن که قبول ندارن در واقع این سبک رو. فکر میکنم هم زمان ببره تا خیلی از آدما بخوان بهش رو بیارن و قبولش بکنن. برای همین پیشنهادم اینه که حتما با پزشکی صحبت بکنن که به این سبک اعتماد داره و قبولش داره. و متاسفانه یه قضیه جهانی هم هست که تقریبا همه پزشکا مخالفه که تو هستن. یکی از چیزایی که خیلی تهدیدآمیز به نظرشون میاد میزان چربی هست که باز هم بستر میگن همه آتیش ها از قبر یه نفر بلند میشه، از قبر همین انسل کیز بلند میشه، که این حراس از کلسترول رو، این ماده مغذی ضروری ما رو که در فرایندهای مختلف سیستم ایمنی همچنین فعالیت‌های شناختی مغز کلن یه چیز ضروری و ضروری هست که حتما باید حضور داشته باشه، اون موقع این رو اومده یه قول ازش ساخته و بعد همه پزشکا هم دارن همون شیوه رو دنبال میکنن، فقط به خاطر اینکه این فرد قدرت رسانه‌ای بالا و حمایت بالا داشته. بله، ولی و خیلی سخته که پزشکی رو پیدا بکنیم که البته خدا رو شکر الان دارن آدما میان، یعنی حتی پزشکا، من اتفاقا اخیرا با یه آقای دکتری آشنا شدم که در دبی زندگی میکنن و ایشون خودشون سبک زندگیشون کتو هست و چند ساله دارن این سبک رو ادامه میدن و خیلی جالبه که پزشکا هم دارن به این زمینه در واقع رو میارن، برخلاف اینکه تو 2-3 سال گذشته خیلی چی میگن نسبت بهش موضع‌گیری داشتن، ولی خیلی ها دارن به نتیجه میرسن که جوابگو هست این داستان برای خیلی از مشکلات. به نظرم یکی از قضایا اینه که شاید اول فکر میکنن بیمار، یا حالا دوست ندارم بگم بیمار، مراجع سمتشون میاد، توصیه هایی رو بهش میکنن، خب خیلی راحت باور بکنی که یا بپذیری که اون فرد میره خونه و هر همون کاری که قبلا انجام میداده و توصیه شما رو گوش نکرده. ولی زمانی پزشکا یه زنگ خطر براشون به صدا در میاد که خودشون توصیه های خودشون رو واقعا دنبال میکنن و اون موقع دیگه این شک رو ندارن که آیا من دارم توصیه های خودم رو دنبال میکنم یا نه. وقتی که توصیه های خودشون رو دنبال کردن و دیدن نتیجه نگرفتن، باز ممکنه سوال واسهشون پیش بیاد و بعضی از اینها خودشون اومدن پیدا کردن، با مطالعه خودشون جسته و گریخته از جاهای مختلف پیدا کردن که چه چیزی خوبه که بخوریم چه چیزی نخوریم. بعضی ها هم با پزشکان دیگه تونستن تماس برقرار بکنن که همین راه کتو رو دنبال میکردن، که خوشبختانه روزها در سطح جهانی زیاد میبینیم، پس شما هم که فرموده توی ایران هم داره زیادتر میشه. یکی از کارهایی که ما باید برای همدیگه بکنیم اینه که خیلی خوبه که ما پزشکانی رو که میشناسیم توی شهرهایی که هستیم به همدیگه معرفی بکنیم و یه پشتیبانی رو برای هم ایجاد بکنیم دقیقا که افراد بتونن به پزشکی که موافقی که تو هست و موضع‌گیری در موردش نداره بتونن رجوع بکنن. بله. و در مورد در مورد سوالات دیگه هم هستن، در مورد مشروبات الکلی میپرسن، خواستم بدونم که در این مورد میخواین صحبتی بفرمایید.
ما داریم یه سبک غذایی رو پیش میگیریم که بدنمون رو سالم، در واقع سالمتر از چیزی که بوده داشته باشیم و کمک بکنیم که بهبود پیدا بکنه. من فکر میکنم که خوبه که مشروبات الکلی استفاده نشه، حتی اگر مثلا مواردی مثل موارد تقطیری که مجاز هستن، یعنی میشه مصرف کرد که ممکن استوپ وزنی بده، بهتر مصرف نشه، چون در نهایت روی کبد تاثیر بد میذاره و ما داریم کتور میگیریم که کبد سالمی داشته باشیم، انرژی کمتری، یعنی فشار کمتری به کبد بیاد توی تبدیل این سوخت ها، و الان بیایم یهو یه فشار مضاعفی روش بذاریم با خوردن مشروبات الکلی، کار درست نیست. ولی مشروبات تقطیری رو میشه مصرف کرد به شرط اینکه هموار، یعنی چی میگن، هر روزه نباشه، هر از گاهی باشه و منتظر استوپ وزنی هم باشین، مخصوصا اگر خانم هستین. فکر کنم سوال پرسیده بودن خانم بودن اگه اشتباه نکنم، بله. چون رفت بالا. و یعنی فکر نکنین که توی روند کاهشتون بی تاثیر، قطعا تاثیرگذار خواهد. بسیار خوب. داریم نزدیک میشیم به یک ساعتی که حالا لیمیت اینستاگرام بود معمولا. الان فکر نمی کنم لیمیتی داره، چون آره، قطع نمی کنه معمولا. یه بار واسه خودم پیش اومد که قطع کرد. اما به هر حال حالا قبل از اینکه هیچ گونه اخلال احتمالی به وجود بیاد، خواستم در مورد کتابتون هم صحبت بفرمایید. من و چند تا از دوستانم در واقع جمع شدیم با هم و یک کتابی رو در خصوص آشپزی ایرانی به سبک کتوژنیک که برای اولین بار در واقع در کل دنیا میشه گفت، چون هیچ کسی به این سبک ایرانی کتابی ننوشته در حال حاضر، حالا اگرم مثلا در آینده بنویسن یا هنوز چاپ نشده نمیدونم، ولی در حال حاضر یا اون زمانی که ما این کتاب رو چاپ کردیم نوشته نشده بود و ما حدوداً 6 ماه روی این کتاب کار کردیم با دوستانم. اول این کتاب یه توضیحی در مورد رژیم توسط یکی از دوستان عزیز که متخصص تغذیه هستند داده شده، و در ادامه اومده مثل کتاب های نمونه های خارجی که حالا مثلا مثل کتاب خانم بوگر که اومده اولش توضیح داده که کتو چیه، بعد اومده وارد رسپی های کتوی شده. ما به همین سبک این کتاب رو نوشتیم. قطعا وقتی یه چیزی اولینه یه سری باگ هایی داره، ولی ما سعی کردیم که تو همون اولینه تمام تلاش خودمون رو بکنیم که بهترین حالت باشه. حالا انشاءالله توی موارد بعدی اون باگ های کوچیکی هم که داره برطرف میشه. من اینجا یه نمونه کتابم دارم بهتون نشون بدم. کتابمون این هست. آها، البته آینه وار میشه متاسفانه توی اینستا. آره دیگه کتاب آشپزی کتو با کتو ایرانی. کتوی ایرانی. بسیار عالی. مثال میزنیم، مثلا من الان کنجکاوم، اون غذایی که روبه انار داره اسمش چیه؟ خیلی چیزها رو برنامه دارم، مثلا جدی؟ فسنجون. اوکی، من همین، دقیقا منظورم همین بود. تنها چیزی که به ذهنم میاد همینه در واقع، وقتی اسم روبه انار میاد. مثلا واسه اون هم جایگزینی دارید یا بله، نه؟ حالا این توی پیج خودم هم هست ولی توی این کتابم هست. من به جای رب انار از رب قرمز، یعنی رب گوجه فرنگی و رب لیمو عمانی استفاده کردم که ترکیبش کاملا طعمی که میده مشابه رب اناره، و برای کسایی بسیار هم که شیرین فلسفه. دوست دارن میتونن شیرین کننده استفاده کنن، اضافه کنن. من خودم سبک شیرین خیلی نیستم، ولی کسی دوست داشته باشه میتونه کمی شیرین کننده هم اضافه بکنه. بسیار خوب، به اصطلاح حک جالبی رو پیدا کردید واسش. مثلا واقعا از من بپرسی و نمیدونستم مثلا لیمومانی سوسم داره. روب اوکی، روب. میبینید من توی انگلیسی هم همین اشتباه رو میکنم، که پیست و ساس رو، این دوتا رو اشتباه به جای هم به کار میبرم. بله، من خب غذاهام هم که میبینید معمولا یه چیزی هست. سالمتر اتفاقا اینا به، یعنی من خودم هم همیشه به همه میگم من توی پیجم یا توی کتاب آموزش های زیادی رو گذاشتم که فقط اگه شما خواستین چیت بکنین، به جای چیت کردن برین اینو استفاده کنین که ضرر
یعنی شما رو از کتوسیس خارج نکنه، ولی اینکه دائما بخواین نون بخورین شیرینی بخورین اصلا توصیه نمیکنم. توی وعده های غذایی خودم هم که میذارم دقت بکنن کلا یا سبزیجات و پروتئین و چربی، یا مثلا حالا پروتئین و چربی اینطوریه، یعنی خیلی سمت چی میگن، شیرینی و چیزهای آره اینکه مخلفات بیشتر و اینها میره. مداومم باشه نیست، نه واقعا. یعنی در واقع یک نوع خارج شدن از رژیمی که خارج شدن هم نیست در واقع. نه یعنی داری به خودت آوانس میدی که اوکی باشی مثل آدم های دیگه زندگی بکنی، ولی خب تو سبک خودت هم هستی. ولی خود مصرف مثلا مداومه همون یعنی روزانه آرد بادوم به میزان زیاد میتونه باعث بشه که توی هیته مجازه ولی بیش از اندازه باشه کربوهیدراتی که میگیری دیگه، اینا رو باید دقت بکنه. Yeah, بله این بسیار نکته خوبی اشاره کردید که واقعا تأکید برش اهمیت بالایی داره، تمایز بین غذایی که میشه روزانه خورد و غذایی که شما هر از گاهی به عنوان تنوع بخشیدن، به عنوان حالا یه جور به شما کمک بکنه که با جامعه ارتباط برقرار بکنید در کنار جامعه، غذاهایی رو بخواد که بیشتر به اونها شبیه هست، این میتونه این رسپی ها این دستور پخت ها کمک بکنه و خب غذای اصلی ممکنه لزوما نباشه. غذای مورد علاقه شما از کتاب خودتون چیه؟ من یه مدل آلبالو پلو آموزش دادم توی کتابم و یه مدل پیتزا با گل کلم، هر دوشو خیلی دوست دارم. یعنی اصلا یعنی جوری که در واقع طعم دهی کردم بهش اصلا اون بوی گل کلم و اینا حس نمیشه، خودم خیلی دوست داشتم. آلبالو نداره ها، با کرنبریه، ولی بهش میگیم آلبالو پلو چون شبیه. البته آلبالو کلن که میشه به میزان کم مصرف کرد، حالا یعنی من جز اون قشی هم که قبول دارم، یه سری قبول ندارن اصلا، ولی این آلبالو نیست، با کرنبری درست شده. بعد کرنبری توی ایران راحت گیر میاد؟ الان نه خیلی، یه زمانی اصلا تازهش هم میتونستی پیدا بکنی، ولی الان خشکش آره هست که من اونو حتما خیس میکنم به خاطر اینکه اینا با گلوکوز خشک میشن و اینکه موندگاری بیشتری داشته باشن، بو نگیرن و این چیزا، من حتما توی آب جوش دو سری خیسش میکنم و بعد اونو خالی میکنم و بعد اون چیزو استفاده میکنم که دیگه هیچ چیزی بهش نمونده باشه. چون که من کرنبری اصلا نمیدونم فارسی داره واژه کرنبری. کرنبری آره، چون که من کلن توی ایران هیچ وقت بهش بر نخورده بودم، اولین باری که بهش بر خوردم خارج از ایران بود. بعد جالبه که گیر میاد و خوبه که گیر میاد و میشه این کارها رو باش کرد. البته خب نخوردم، فقط بهش برخوردم. بسیار خوب. در مورد کتاب راستی اسم نویسندگان رو و بله. همچنین ناشر رو و این که بله، از کجا بله. عزیزان میتونن تری بفرمایید؟ خانم دکتر دوستفندی که بخش در واقع مربوط به تغذیه رو در واقع آموزش ابتدایی کتو رو نوشتن و یه چند نمونه رسیپی گذاشتن. من دوست عزیزم شیوا صاحبان فرد و دوست عزیزم محبوب کیامرثی که با همین کتاب رو جمع آوری کردیم، که توی کتاب توضیح داده شده که چه رسیپی چه رنگی برای چه کسی است. یعنی توی اولش که سرفصل کتاب هست، در واقع من الان بهتون بگم رنگ خودم رو یادم رفت، مثلا رسپی هایی که من نوشتم با یه نقطه آبی کنارش، سرمه‌ای کنارش مشخصه، اینطوری در واقع جدا شده. انتشارات پادینا زحمتش رو کشیدن و کسی که اگر میخواد خرید بکنه میتونه به پیج انتشارات پادینا یا به سایتشون مراجعه بکنه. توی پیجم یه پست گذاشتم که یه کد تخفیف هست، اگه اون کد تخفیف رو به انتشارات بدن میتونن در واقع 5% تخفیف روی قیمت کتاب بگن و ارسال رایگان خواهد بود برش. بسیار عالی، خیلی ممنونم. ممکن است لایف قطع. درودی دوباره. خب این رو پیش بینی نکرده بودم، چون که اینستاگرام
مدت زیادی بود که میذاشت افراد حرفشون رو کامل بزنن وسط حرف آدم ها نمیپرید، ولی خب متاسفانه امشب ما رو قطع کرد. حالا ما دوباره لایو رو شروع کردیم و الان شادی خانم رو بیاریم بالا. درودی دوباره. سلام. قطع شد. سلامی دوباره. خب بفرمایید، در مورد کتاب صحبت کردیم، سوال دیگه رو میخواستم بپردازم، ولی خب اگر توضیح تکمیلی دارید بفرمایید. من فقط اون موقع که شما پرسیدین THC من هول شدم، من که داشتم کامنت های زیرا میخوندم فکر کنم جواب درست ندادم و گفتم که بگم، حالا چون داشتم صحبت میکنم راجعون و بین حرفا در واقع گم شد. تیه میشه تحلیل رفتار متقابل که خب همون داستان بالغ و همون داستانهایی که بعدش گفتیم توش تحلیل میشه و کمک میکنه که چجوری در واقع آدم بدونه که با طرف مقابل و در واقع نسبت به آدمهایی که رفتارهای بالغانه دارن، کودکانه دارن یا هر چیزی، چجوری رفتار بکنه. این نیتی که رو میخواستم توضیح بدم چون تو اون تایمه هول شدم و نگفتم، گفتم که حالا بگم که دیدم چون قاطی شد این داستان صحبت و با هم بعدش که تموم شد به این ذهنم رسید که بگم. حتما فقط نگفتید که کوتاه شده یه چی هست که، ولی توضیحش رو کامل دادید، از این بابت نگرانی نیست. یعنی کامل متوجه شدم که منظورتون چی بوده و الان که این توضیحات رو دادید فکر میکنم مخفف ترانزکشنال انالیسیس باشه و چون کامپیوتر جرام هست به خاطر اینکه اطلاعات غلط ندیم بذارید یه امتحان. آره نه من مطمئن نیستم چون همه فقط تی ای فقط یعنی تحلیل رفتار متقابل میرفتیم و تی ای مخففش بود. راستش الان حضور ذهن ندارم که بابت چه چیزی بود. درسته. الان ما نتیجه رو ببینیم. یه ترانزکشنال انالیسیس که میاره اریک برن بود دیگه. بله دقیقا کتاب اریک برن. خب خودش درسته. ترانزکشنال انالیسیس درستش هست. یه سوال کوچولوی دیگه ای هم اگر که ممکن حساستون بپردازیم. باشه خوش. اگر که مایل هستید که پاسخ بدید. یکی از عزیزان توی حالا لایو قبلی که داشتیم فهمدن که لو کرب بهتره یا لو کارب بهتره یا کتو. این دقیقا برمیگرده به اینکه آدم بدنش رو در واقع مطالبه کنه. یه چیزیه که این وسط میخواستم بگم و نگفتم این بود که اول از همه خوبه یاد بگیریم که مخصوصا ما ایرانی ها مطالعه کمی داریم. یکی این که مطالعه بکنیم تو هر زمینه که میخوایم یه کاری رو انجام بدیم، مطالعه درست بکنیم، نه مثلا بریم نشریات زرد بخونیم و هرچی تو اینترنت بر هم به فارسی فرستادن و بر هم فوروارد کنیم از این کارهایی که مامان بزرگا و مامانا میکنن و کلی داره مشکل میسازه توی مخصوصا فرهنگ الان ایران. واقعا آدم بره منابع علمی رو پیدا کنه، مطالعه کنه و بعد بیاد روی بدن خودش بالا پایین بکنه، چون حتی علم پزشکی هم یه علم تجربیه و قطعاً چون تجربه روی افراد زیادی انجام شده اون مثلا 99.9% اون چیزی که میگن درسته، ولی ممکنه هر بدنی جزء اون 1/100، 1/10 باشه که مثلا جزء این لیست قرار نمیگیره. به خاطر من نظر شخصیم اینه که آدم باید همه این موارد رو روی بدن خودش امتحان بکنه. هیچ چیزیو نمیتونه، شاید اصلا برای یکی کالری شماری بهترین باشه، شاید یکی کتو اصلا رژیمی باشه که باید ادامه بده باهاش و همیشه باهاش بمونه، برای یکی لو کارب اینطوری باشه. برای همین نمیشه گفت کدوم بهتر کدوم بدتر، کاملا بستگی به متابولیسم بدن اون فرد داره، به شرایط زندگیش داره، به اینکه چه محصولاتی رو میتونه تهیه بکنه و به عنوان غذای اصلیش قرار بده. اینا رو نمیشه کسی بگه این بهتره یا اون بهتره، هر کدومشون مزایای خودشونو دارن، یه سری معایب بیشتری دارن یه سری کمتر، که حالا با درست کردن سیستم تغذیه میشه همون معایب رو هم از بین برد. برای همین من نظرم اینه که نمیتونی به کسی آدم ادوایس بده که این بهتره یا اون بدتره، برای اینکه واقعا بدنها متفاوته. بله. یه عزیزی هم به انگلیسی داشتن سوال میپرسیدم، ولی خب قضیه اینه که خب لایف به فارسی هست، حالا اگر بدن مایه بودن خصوصی پیام بدن شاید حالا من یا شما بتونیم
در خدمتشون باشیم. و در مورد حالا آخرین چیزی که میخوام ازتون بپرسم و بعد از دورتون مرخص خواهیم شد این هست که عزیزان کجا میتونن شما رو دنبال بکنن، کاراتون رو دنبال بکنن و مطالبی رو که میسازید؟ من پیجم هست شادزی اندرلاین کوکینگ اندرلاین اکسپریانس که خیلی طولانی اسمش، ولی فکر میکنم شادزی اندرلاین رو که بزنن پیدا میشه و توی اونجا در واقع تمام چیزی که خودم دارم تجربه میکنم و دارم یاد میگیرم و با دوستان به اشتراک میذارم. پس اون اکسپریانس آخرش به معنی تجربه است، به این اشاره داره، به تجربه، این که تجربه خودتون هست و به اشتراک گذاشتن تجربه خودتون. حالا یه چیزی بود که یه کمی هم خود جلوی خودم رو گرفتم که بپرسم، ولی یه جور زیاد داره قلقم میده، در مورد اون قضیه ایثار که گفتید که دوست دارید بعد ترواره ایثار آره چیه ترواره ایثار که گفتید، فکر حالا یه حدس و گمان هست، فکر میکنید که مثلا تولید محتوا برای دیگران و کمک کردن به دیگران یه جوری ادامه سالم این طرحواره باشه؟ میتونه باشه، چون من کلا از اینکه آدم ها رو خوشحال بکنم، ولی الان اینطوری نیستش که دیگه به منزله این باشه که خودم عذاب بکشم تا دیگران خوشحال بشن. الان خودم با این خوشحالی خوشحالم. قدیم اینطوری بود که من عذاب میکشیدم، خودم رو تحت فشار قرار میدادم که دیگران راحت باشن و اذیت نشن و اون خیلی بد بود واقعا، ولی الان نه، از این کار خودم واقعا لذت میبرم، از اینکه بتونم کمکی باشم، یه نقش مفیدی تو زندگی کسی داشته باشم، حتی کوچکترین قدمی برای کسی بردارم خوشحالم و این اذیت هم نمیکنه. ولی جایی که نه، مثلا خودم رو بخوام اینطوری دیگه نیستم که مثلا خودم تو تنگنا قرار بدم که بخوام به یه نفری یه کاری بکنم و خودم رو نادیده بگم، نه الان واقعا خودم رو دوست دارم، الان اصلا یه همچین دیدی ندارم. بسیار خوب، خیلی از وقتی که گذاشتید ممنون هستم و مرسی از شما، خیلی ممنون از صحبتاتون. پیروز و کامیاب باشید، به امید دیدار. مرسی، قربون شما، به امید دیدار، موفق باشین. ممنونم ازتون، خواهش میکنم، قربون شما، خدا خداحافظ. خداحافظ. امیدوارم این قسمت از گرداتش براتون مثبت واقع شده باشه. اگر اون رو به صورت ویدیو و روی یوتیوب میبینید، لطفا ویدیو رو لایک کنید و عضوی از کانال بشید تا وقتی ویدیو جدید بیرون میدم جز اولین کسانی باشید که از اون مطلع میشه. اگر هم اون رو به صورت صوتی و از طریق پلتفرم های مختلف پادکست گوش میکنید و دنبال میکنید، لطفا باز پادکست رو لایک کنید و ارزیابی مثبت برای من بگذارید و همچنین اون رو به دوستان خودتون معرفی بکنید. مخاطبین بیشتر و ارزیابی های مثبتتر به من کمک میکنه که به افراد بیشتری دسترسی پیدا بکنم و افراد بیشتری رو بتونم متقاعد بکنم که وقتشون رو در اختیار برنامه بگذارن. همچنین اگر امکان پشتیبانی مالی از برنامه براتون وجود داره، لینک پیتریان برنامه توی توضیحات هست. البته میدونم که این امکان بیشتر برای کسانی که خارج از ایران زندگی میکنن وجود داره که به کارت اعتباری و اکانت های پیپل دسترسی دارن. همچنین اکانت پیپل من و کیو آر کد بیت کوین من روی وبسایتم هست mktahmasbi.com که از اونجا هم میتونید باز پشتیبانی مالی بکنید. اگر هم که پشتیبانی مالی ممکن نیست، همین معرفی برنامه به دیگران و حتی ارسال فایل برنامه به دیگران میتونه کمک کننده باشه. پیروز کامیاب باشید.